بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له. ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل، فبالعقل تدرك الداران جميعا، ومن حرم من العقل حرمهما جميعا. امام مجتبی متولد سال سوم هجرته، یعنی بعد از 3 سال که پیامبر به مدینه مهاجرت کردند، در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت آقا امام حسن مجتبی متولد شدند. والدین امام حسن از نظر نسب بهترین نسب رو داراست. شما یه نسبی رو نمیتونید پیدا بکنید مثل نسب امام حسن. پدر امیرالمؤمنین، مادر فاطمه زهرا، جد رسول خدا، جده خدیجه کبرا، برادر امام حسین، خواهر زینب کبرا. یه همچین نسبی پیدا نمیشه. لذا در مصادر قدیمی هست اون کسی که سر مقدسه امام حسین رو آورد پیش ابن زیاد، میخواست بگوید که من یک کس بزرگی رو کشتم تا جایزه کلانی رو بگیره. گفت: املع رکابی فزتن او ذهبا، انی قتلت سیدن محجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا. گفت من یه سید بزرگواری رو کشتم، کسی که از نظر پدر و مادر بهترین نسب رو داره. خیلی ابن زیاد بدش اومد. گفت اگر تو می دانستی که او بهترین آدم هست، سید نسبش نسب بالاییست، چرا او رو به قتل رسوندی؟ مقصود این نسب یک نسب خیلی بلندی است. هیچ کسی تو دنیا یه چنین نسبی رو نداره. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا وقتی جنگ میکرد یک رجزی رو میخوند. 2 تا رجز داره حضرت روز عاشورا، یا 3 تا. در یکی از رجزها میفرمود: انا ابن علی طهر من آل هاشم
کفانی به هذا مفخرن حین افخر. امام حسین خودش یه شخصیت نمونه جهانی است. میفرمود من پسر علی پاک هستم از خاندان هاشم، برای من افتخار همین بسه که فرزند علی ابن ابی طالب. کفانی به هذا مفخرن حین افخرو، اگر من قرار باشه افتخار کنم همین افتخار برای من بسه. بنابراین این نسب یک نسب بسیار بسیار عظیمی است، بسیار بسیار مقدسی است، نسب حضرت مجتبی علیه السلام. این یه نکته. یه نکته دیگر راجع به امام حسن، جایگاه امام حسن در پیشگاه خدای متعال. چون ما منزلت‌ها رو وقتی بخوایم ملاحظه بکنیم، بسنجیم، باید ببینیم شخص پیش خدا چه منزلتی رو داره. مثلا ما زندگی انبیا رو که در قرآن مجید بررسی می‌کنیم، میگیم خدای متعال راجع به این پیغمبرها چه جور تعبیر کرده. راجع به حضرت نوح می‌فرماید سلام علی نوح فی العالمین، یا راجع به ابراهیم می‌فرماید که سلام علی ابراهیم. این نشون میده ابراهیم یک منزلت بلندی رو در پیشگاه خدای متعال داره. امام حسین و امام حسن، این دو تا برادر که فرزندان امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و نوه رسول خدا هست، اینا چه جایگاهی در پیشگاه خدا دارن؟ این آیاتی که بنده بهش اشاره میکنم منزلت امام حسن و امام حسین رو در پیشگاه خدا میرسونه. یکی آیه مباهله است. ابناءنا در آیه مباهله امام حسن و امام حسین هستن. یکی آیه مبارکه تطهیره. آیه تطهیر شأن نزولش پیغمبر خدا امیرالمومنین فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، پنج نور پاک. این شأن نزول آیه تطهیره. یکی از آیاتی که منزلت امام حسن رو در پیشگاه خدای متعال میرسونه آیه خمسه. وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. ذِي الْقُرْبَى در این آیه حسنین هستن و فاطمه زهراست. یکی از آیاتی که منزلت امام حسن رو در پیشگاه خدای متعال میرسونه آیه مودته. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. آیه مودت جایگاه اهل بیت رو، ذوی القربا رو میرسونه که چه جایگاه رفیعی است. یکی از آیاتی که مقام و منزلت امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو میرسونه آیه آتذ القربا حقه هست. این آیه نشون میده خدای متعال برای ذوی القربا حساب جداگانه ای رو باز کرده. و آتذ القربا حقه، معلوم میشه ذوی القربا حقی دارن که قرآن میفرماد به پیغمبر آته بده حق ذوی القربا رو. یکی از جاهایی که خدای متعال اهل بیت رو با عظمت ازشون یاد کرده سوره مبارکه انسانه، سوره مبارکه دهره. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یکی از سوره های قرآن مجید که مربوط به اهل بیت میشه سوره مبارکه کوثره. انا اعطیناک الکوثر
اگر کوثر رو ما به معنای کثرت ذریه گرفتیم، خب حضرت مجتبی علیه السلام ذریه بلافصل فاطمه زهراست. اینها و آیات دیگری در قرآن مجید هست که می توانیم از اون آیات منزلت و جایگاه امام حسن علیه السلام رو در پیشگاه حضرت حق ارزیابی بکنیم. خیلی خلاصه من اینها رو عرض کردم. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام چه منزلتی در نزد پیغمبر داشت؟ اینم برای ما مهمه. چه جایگاهی داشت امام حسن مجتبی پیش پیغمبر؟ وقتی حضرت متولد شد، اون داغش آوردن محضر مقدس پیغمبر اکرم، فهمودن که چی برای این نام گذاشتی، یا علی برای این نوزاد؟ عرض کرد: یا رسول الله، ما بر در نامگذاری بر شما سبقت نمیگیریم. فرمود: منم بر خدا سبقت نمیگیرم. جبرئیل آمد، عرض کرد: یا رسول الله، خدای متعال میفرماید نام فرزندان برادر موسی هارون رو روی فرزندان علی ابن ابی طالب ما گذاشتیم. سه تا اسم، سه تا، خیلی عجیبه، توی روایت داره سه تا اسم، حسن و حسین و محسن، هر سه اسامی هستن که از طرف خدا معین شده روی فرزندان امیرالمومنین از فاطمه زهرا. این یک دونه روایت راجع به نامگذاری نشون میده نام حسن یک نام خدایی است، از طرف خدا برای این بزرگوار معین شد. و اما منزلت امام حسن در پیشگاه رسول خدا رو در دو عرصه مورد توجه قرار میدیم. یه عرصه قوله، ببینیم پیغمبر خدا راجع به امام حسن چی فرموده. یکی هم عرصه عمله، که پیغمبر عملا چه جور معامله میکرده با امام حسن مجتبی. اما از نظر قول من چند تا روایت میخوانم. این روایت ها برخیش تو منابع دست اول عامه است، مثلا تو صحیح بخاری، مثل این حسن روایت: پیغمبر خدا فرمود ان الحسن ریحانتی و ان ابنی هذا سید. حسن گل من است، حسن فرزند من، ابنی، تعبیر ابنی میکنه رسول خدا. کسی نگه فردا اینا بچه های امیرالمومنین، نه بچه های پیغمبر. این ابنی ها و سید، این فرزند من سید بزرگواره. این یک تعبیر. یک تعبیر دیگری که باز این تعبیر رو عامه و خاصه از پیغمبر خدا نقل کردن، مکرر شما هم شنیدید این تعبیرها رو، من از باب تذکر عرض میکنم. پیغمبر خدا راجع به امام حسن و امام حسین فرمودن ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این حدیث ازش استفاده میشه چند تا مطلب. یکی این که امام حسن بهشتیه. دو، از جمله جوانان بهشتیه. سه، تو جوانان بهشتی هم عادی نیست، سید جوانان بهشتی. خب همه مردم تو بهشت میگن جوان میشن، همه مردم، خیلی مقام والایی است برای امام حسن مجتبی. این در جهت قول و گفتار. اما از نظر عمل تقاضا میکنم اینجا رو عنایت بفرمایید. پیغمبر خدا نسبت به امام حسن و امام حسین به گونه ای رفتار میکرد تو جامعه که شگفتی مردم رو
بر می انگیخت. یعنی مردم تعجب می کردن. مثلا یکی از روزها پیغمبر خدا در مسجد رو منبر در حال خطابه بود، مردم رو موعظه می کرد پیغمبر روی منبر. خانه فاطمه زهرا درش باز می شد تو مسجد دیگه، تمام درها بسته شد و سد الابواب الا بابه، در خانه امیرالمومنین باز بود تو مسجد. امام حسن سلام الله علیه کودکی بود، از تو منزل دوید تو مسجد، پیغمبر خدا بالای منبر بود، مشغول موعظه بود، مردم هم متوجه پیغمبر بودن. پای این آقازاده گیر کرد به حصیر مسجد، افتاد رو زمین. حالا اگر ما بودیم چطور عمل میکردیم؟ هر مثلا اشاره میکردیم آقا این بچه رو بلندش کن نگهش دار. پیغمبر خدا از پله های منبر آمد پایین، آمد امام حسن رو برداشت تو بغل گرفت، در حالی که امام حسن تو بغل پیغمبر بود با بچه رفتن بالای منبر نشست. امام حسن تو بغل پیغمبر بود و اون وقت مطالبی رو فرموده. خب این حرکت نشون میده علاقه پیغمبر رو نسبت به امام حسن علیه السلام. یا مثلا این دوتا آقازاده، امام حسن امام حسین، گاهی میامدن مسجد، پیغمبر خدا در حال نماز بود، نماز ظهر میخوندن، مثلا نماز عصر میخوندن، بچه بودن. پیغمبر خدا وقتی میرفتن به سجده، میرفتن رو شانه پیغمبر، پشت پیغمبر سوار میشد. حالا ما اگر بودیم بچه رو مثلا دست میگرفتیم میذاشتیم زمین، بلند میشدیم. میدن پیغمبر خدا سجده رو طولانی کرد، سجده رو طولانی کرد، سجده رو طولانی کرد، تا این بچه ها خودشون بیان پایین، بعد وقت سر از سجده برمی. این اکرام پیامبر نسبت به امام حسن، اونم تو مردم، این معنا داره. یه نمونه دیگه ای عرض بکنم. روایت دارد که پیغمبر خدا گاهی امام حسن رو روی شانه راستش سوار میکرد. دیدید بعضی از پدرها بچه‌شون رو میذارن رو دوششون، سر بابا رو میگیره، این سوار اینجا میشه. پیغمبر دو تا بچه ها رو، امام حسن رو رو شانه راست، امام حسین رو شانه چپ سوار میکرد، میامد تو مردم. و پیغمبر شخصیتی است رسول خدا، بهترین خلق، افضل انبیاست. این باعث تعجب مردم میشه، یا پیغمبر چرا این کارا رو میکنه؟ یه وقتی سعد ابن ابی وقاص، پدر همین عمر سعد، خب این جزء اصحاب پیغمبره، یه روز نگاه کردید پیغمبر خدا امام حسن رو روی این شانه راستش، امام حسین رو روی شانه چپش سوار کرده، داره راه میره تو کوچه های مدینه. یه نگاهی کرد و رو کرد به این بچه ها، یه جمله ای رو گفت که اون جمله متضمن مدح پیغمبره. من میگم جمله رو چی گفت. رو کرد به این دوتا بچه، دوتا آقازاده حسنین، گفت نعم المرکوب و مرکوب و کما، گفت این مرکوب، اینی که شما برای سوار شدید، خوب مرکبی است، پیغمبره، شما سوار دوش پیغمبر شدید. تا این جمله رو سعد ابن ابی وقاص گفت، رسول خدا فرمود چرا از راکبا نمیگی؟ چرا از این بچه هایی که رو دوش من هستن از اینا تعریف نمی کنی؟ از من تعریف می کنی؟ یعنی عملاً پیغمبر خدا موقعیت، شخصیت و
و مقام و مرتبه امام حسن و امام حسین رو نشون میداد. این منزلت امام حسن مجتبی است. اون وقت چی شد؟ دقیقاً شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 40 سال بعد از رحلت رسول خداست. 40 سال اندی کم مثلا. همه چیز عوض شد اصلا. این امام حسنی که پیغمبر رو دوش میگرفتش حالا باید هدف تیر قرار بگیره و جسدش رو تیر باران بکن. این مظلومیت اهل بیت واقع. یه بالاتر از این نمیشه مظلومیت.